سلام دوستان، در این جلسه میخواییم بخش اول در حقیقت وی بی ای رو شروع کنیم. دو قسمت قبلی ما مقدمه بر وی بی ای رو آغاز کردیم، حالا میخواییم مقداری با وی بی ای آشنا بشیم، به طوری که اگر یادتون باشه خب ما کدی رو داشتیم که شبیه سازی رو انجام میداد. میخواییم وارد اون کد شبیه سازی بشیم و پارت های قسمت های اصلی وی بی ای رو بشناسیم. خب وارد محیط ویژوال بیسیک میشیم. خب تو اینجا میدونیم که کد اصلیمون همین بود که توی دیس داکیومنت نوشته شده بود. ما ماژولی رو درست کرده بودیم که توی اون ماژول میومدیم از اینپوت باکس استفاده کرده بودیم که در حقیقت مدت زمان اجرای شبیه سازی رو بتونیم از یوزر بگیریم. خب گفته بودیم که اینپوت باکسی که اینجا به کار بردیم یک باگی رو داره و باگ اون اینه که یوزر اگر یه چیزی به غیر از عدد اینجا وارد کنه و بیاد اینجا تو دوریشن قرار بگیره ارور خواهیم گرفت، و یا اینکه اگر کنسل رو بزنه باز هم ارور میگیریم. خب برای این کار ما وارد ماژولمون میشیم. قبل اینکه باگ رو بخوایم برطرف کنیم بیایید با هم دیگه اول وارد این کد بشیم تا این قسمت. بخوایم این قسمت رو توی ماژول داشته باشیم، توی این ماژول داشته باشیم و بنویسیم و از این ماژول استفاده کنیم که این قسمت رام بشه. بخاطر اینکه هم یه بار با هم نوشته بنویسیم که شما با فور و ایف آشنا بشیم، و با یک چیز دیگه که خیلی مهمه، اینکه بتونیم توی اینترنت جستجو کنیم و سینتکس هایی که نمیشناسیم ولی لازم داریم رو پیدا کنیم. خب تو اینجا ما اول اینپوت باکس رو استفاده کردیم، ورودی رو از کاربر گرفتیم، بعد اومدیم گفتیم که زمان شروع اکنون هستش، ناو خودش سینتکس هست که اگه من اینو استفاده کنم، سینتکس به معنی کلمات و ترکیباتی هستش که محیط برنامه نویسی اونا رو میشناسه، و ناو یکی از اون مواردی هست که محیط برنامه نویسی اونو میشناسه، به معنی زمان کنونی هستش که با تاریخ و غیره نشون میده که حالا جلوتر میبینیم. و بعد وارد این میشیم که میخواییم اولین رویداد خودمون که رویداد شروع هستش رو بشناسیم. گفته بودیم که من میخوام وقتی که مشتریم وارد بشه باید از اینجا وارد بشه، و خب تو کل این شکل من باید بگردم و ببینم کدوم یکی از اینها استارت ایونت من هستش، و خب فرض شده که من فقط یک نقطه شروع تو این شبیه سازی دارم، در صورتی که بر اساس استاندارد بی پی ام من میتونم چند تا نقطه شروع داشته باشم، که خب مباحث خیلی پیشرفته میشه و ما میخوایم شبیه سازی ساده ای رو داشته باشیم چون در حالت آموزشی هستیم. خب پس وارد این میشیم که اولین نقطه شروع رویداد شروعمون رو بشناسیم. برای این کار از حلقه فور استفاده میشه. حلقه فور به این کار میادش که میاد میگه از یک شمارنده، شمارشگر که به نام آی هست، و از نقطه یک، حالا هر نقطه‌ای میتونم اینجا تعریف کنم که اینجا نقطه یک رو تعریف کردم، پس آی مساوی یک، یعنی شمارشگر من مساوی یک، پس از یک تا تو یا کلمه هست که آبی شده و وی بی ای اونو میشناسه، تا این سینتکس که بشمار و برو جلو. و حالا این سینتکس چیه؟ این سینتکس داره میگه تعداد شیپ ها، شکل هایی که توی ویزیو من هستش، که حالا با هم دیگه الان میریم جلو. بیا اینا رو از اینجا تا اینجا بشمار و به ترتیب برو جلو، یعنی به ازای آی مساوی یک برو این تو. اگر از ایف استفاده میکنیم، اگر این قسمت درست بود، این شرط درست بود، آنگاه این کار رو انجام بده، و بعد ایف خودمون رو با این کلمه، با این سینتکس میبندیم، اند ایف میکنیم، که این قسمت آبی در حقیقت کلماتی هست که باید واسه درست کردن استیتمنت فور خودم و ایف خودم استفاده کنم. بعد که ایف تموم شد میگم next i. خب توی زبونهای برنامه‌نویسی من شاید مثلا end for داشته باشم یا چیزای دیگه داشته باشم، توی وی بی ای میگه next i هست که میگه for بسته میشه و میگه برو به i بعدی. یعنی اگر i یک بود حالا میره به i دو،
و آی دو رو انجام میده اگر دویی وجود داشته باشه. خب حالا من میخوام توی ماژول خودم این رو بنویسم. من اومده بودم اینجا، حالا این تست باشه کامنت خودم، گفتم چی؟ اینپوت باکس کن این جمله رو، بگو به کاربر که دوریشن رو وارد کنید، بعد تایتلش رو کرده بودم اینپوت، MSG باکس کرده بودم این متغیرم. MSG باکس هم یه سینتکسی هستش که نمایش میده توی یک باکسی این متغیر رو نمایش داده که دفعه قبل توضیح دادم. خب من اینو اجرا میکنم، عدد میزنم، اوکی میکنم و 3 رو به من نشون میده که در حقیقت همون عددی بود که من وارد کرده بودم. خب بعد که اینو به من نشون داد، حالا میخوام چیکار کنم؟ خب ران تایم همون دارم این دفعه، حالا این یه متغیر اضافی شاید باشه که توی دیوریشن قرار دادم، همینجا مستقیم میتونم بگم که دیوریشن مدت زمانی که دارم، ران تایم هم ضرب دارش هست. چرا ضرب دارش هست میکنم؟ میخوام ران تایم همو به ثانیه داشته باشم. خب این یه اسکیل سازی هستش، الان یه مقیاس بندی هستش که توی شبیه سازی دارم انجام میدم و توسط مقیاسی هست که پیش فرض خودم هستش که گفتم اوکی وقتی که کاربر میگه 3 دقیقه انجام بده، شبیه سازی 3 دقیقه انجام میشه، ولی در چیز واقعیتی که داره میشه در حقیقت مثلا رستوران من به ازای اگر 3 دقیقه باشه 180 دقیقه داره اجرا میکنه، یعنی آمار من واسه 180 دقیقه هست آماری که به دست میارم و شبیه سازی شده، چون شبیه سازی زمان رو سریع تر میبره جلو و من میخوام این سریع تر سازی، یعنی در حقیقت 180 دقیقه توی 3 دقیقه زمانی انجام بشه و بخاطر همین به سکند تبدیل میکنمش اینجا. و پس توی واقعیتی که شبیه سازی داره آمار میگیره واسه من 180 دقیقه هست، ولی دیوریشن واقعی شبیه سازی مدتی که ران میشه کد 3 دقیقه هستش. خب پس من میام اینجا این مسیج باکس رو پاک میکنم، میگم دیوریشن مساویه با ران تایم ضرب داره 60، که حالا یه کامنت هم میذارم میگم که تبدیل به ثانیه. خب ارور میگیره به خاطر اینکه من به جای مساوی پی زدم. خب مساوی میذارم. خب حالا اینجا دوریشن من به عدد 60 اومدش. خب من اینجا یه متغیر دیگه به صورت اینتیجر لازم دارم، پس می نویسم دیم تعریف اعلام میکنم متغیرمو duration از integer. خب فقط واسه این که مطمئن بشم گیکتم اشتباه نباشه اینو یه بار کپی پیست میکنم. خب حالا این قسمت کدمون رو نوشتیم، حالا استارت تایم رو میخوایم بگیریم به خاطر اینکه مشخص کنیم زمانی که واقعا شبیه سازی داره شروع میشه چه ساعتی هستش. من قبل اینکه این پوت باکس رو بذارم استارت تایم رو نزدم، چون نمیخوام بدونم که برنامه‌ام کی شروع به اجرا شده، میخوام بدونم که کی شبیه سازیم باید شروع بشه. خب استارت تایم رو میگم استارت تایم مساویه با ناو. ببین من ناو رو کوچیک زدم، وقتی که اینتر میزنم بزرگ میشه، یعنی اینکه وی بی ای داره اونو میشناسه. خب پس یه دونه متغیر دیگه لازم دارم، ناو به صورت دیت هستش و استارت تایم من هم باید به صورت دیت باشه، به خاطر همین من اینجا میام یه متغیر دیگه به نام استارت تایم تعریف میکنم از دیت. خب باز هم کپی پیست میکنم که یه موقع غلط املایی نداشته باشیم. خب حالا استارت تایم همون که گرفتم، میخوام استارت تایم همون ببینم، MSG باکس میکنم پرانتز باز، دیده بودیم حالت های مختلف MSG باکس و استارت تایم. خب حالا پلی سیو میکنم و پلی میکنم، 3 رو وارد میکنم، اوکی میکنم، داره الان ساعت کنونی رو به من میده که ساعت 6:54 PM و تاریخ 7/5/2015 هستش. خب اوکی میکنم تا الان که درست رفت جلو. حالا میخوام وارد پیدا کردن نقطه شروع هم بشم، کامنت همون میذارم، کامنت ها بسه خودمون خیلی کمک میکنه، شاید من چون اینو کدو خیلی وقت پیش نوشتم الان که وارد این میشدم یادم نمیومد دقیقا اینجا چیکار کردم، ولی وقتی کامنت همون میبینم که
این قسمت به چه منظوری هست. خب من میتونم اینو کپی کنم مستقیم بیارم تو مدل، ولی خب بیایید با هم یه بار بنویسیمش. من اینو کامنت میکنم بخاطر اینکه اول یه بار اول بنویسیم بهتر اونو درک میکنیم. خب من میخوام استارت ایونت هم پیدا کنم. برای این کار گفتیم که باید بین تمام شیپ های خودم یه دوار بچرخم، تک تک اونا رو ببینم، بیام مثلا اولین شیپ همو ببینم، دومی شیپ همو ببینم، سومی و هر چقدر شیپ که اینجا هست رو به ترتیب ببینم و ببینم کدوم یکی از اینها استارت ایونت هست. یه راه اون اینطوری هستش که میگم از حلقه فور استفاده میکنم، آی مساویه با یک تا تو این سینتکس من. خب این سینتکس چیه؟ همونطور که دفعه اولم گفتیم VBA از شیگرایی استفاده میکنه و شیگراها یه پروپرتی یا مشخصه دارن. خب اکتیو داکیومنت وقتی که من اینجا دارم یه چیزی رو که خوبه تو VBA بدونیم، وقتی که دارم مینویسم و مثلا من یه اکتیو اینجا اکت می نویسم، اگه کنترل اسپیس رو بزنم این پنجره باز میشه، این پرامپت باز میشه و من یه هلپیه واسه من که میتونم از روی این موارد مختلف رو ببینم که اکتیو ویندو هست، اکتیو ورک بوک هست. من اکتیو داکیومنت هم میخوام، اکتیو داکیومنت، اکتیو داکیومنت، وقتی که تب رو میزنم اونو انتخاب کنم. خب اکتیو داکیومنت مشخصه داکیومنت فعال یعنی چی؟ یعنی کدوم؟ یعنی این داکیومنت که در حال حاضر فعال هستش. دات پیج، کدوم پیجمو میخوام این کارو کنم؟ از پیجز استفاده میکنم. پس توی این داکیومنتی که اکتیو هستش پیج اولمو میخوام، ایندکسشو وارد میکنم، پیج یکمو میخوام. خب همینجا یه سوال پیش میاد، چرا پیج یک؟ من ممکنه چندین تا پیج داشته باشم. خیلی خوبه، ما میتونیم یه برنامه بنویسیم که چندین تا شیپ داشته باشه و تک تک هر کدوم شبیه سازی رو اجرا کنه توش و خب اونجا میتونیم از یه شمارنده دیگه جی استفاده کنیم و جی رو به ازای پیجای مختلفمون بگردونیم. یعنی تو شیت اول جی رو میچرخونیم، بعد میایم تو از آی استفاده میکنیم و به ازای شیپ ها میچرخونیم. ولی خب این میخوایم ساده باشه، من فقط یک پیج اولم که توش فرایندم کشیده شده رو میخوام شبیه سازی کنم. خب دات که میذارم دوباره پنجره باز میشه، بعد میگه کدوم مشخصه پیج. خب اینجا موارد مختلف داره، اگه اپلیکیشن بذارم قبول نمیکنه. من شیپ هامو توی پیج میخوام، ببینید موارد مختلفو داره ولی من شیپس رو میخوام. حالا تو جلوتر وقتی که داریم کدو میبریم پیش میبریم با هم ممکنه موارد دیگه رو میبینیم که چه چیزهایی وجود داره. خب شیپس رو ببخشید شیپس رو کلن کانت کن. یعنی چی؟ یعنی مشخصه تعداد شیپس توی پیج یک توی اکتیو داکیومنت، داکیومنتی که فعال هستش رو به من بده. پس فور از آی مساوی یک تا تعداد شیپ هایی که وجود داره. خب بعد قبل اینکه بیام استیتمنت فورم رو بنویسم اول میام میبندمش که بعدن یادم نره. نکست آی رو که میزنم این آبی میشه و میفهمه که بعد این چرخه تو اینجا انجام بشه. خب گفتیم میخوایم بدونیم اگر من ندونم که چجوری تعداد شیپ هامو توی اکتیو داکیومنت بگیرم باید چیکار کنم. خب من اینو الان مثلا میدونستم و نوشتم، اگر نمیدونستم اون موقع که بلد نبودم چیکار کردم؟ اومدم یه پیج گوگل باز کردم، گفتم چی؟ کانتینگ، خب شمردن شیپ ها این ویزیو، خودش هم خیلی یار میشناسه، VBA هم به خاطر اینکه کدشو به من بده اینتر میکنم. خب میبینیم که پیجای مختلفی رو میاره. من اینجا میتونم این پیجا رو به ترتیب باز میکنم ببینم کدوم برای من هستش. از این پایینش هم استفاده میکنم که ببینم چه چیزی اینو بهتر توضیح. خب MCDN واسه خود مایکروسافت قطعا حالت هلپ داره و بهتر واسه من توضیح میکنم و همینو باز میکنم. shapes property to count if این مثلا یه مثالش هم آورده که اینجا مثالشه. خب این باز شد میاد اینجا. این هلپ در حقیقت ویزیو 2012 واسه VBA هستش که به صورت آنلاین اومده. الان دیگه
فکر نمی کنم تو 2013 ببخشید 2013 هلپش درست کار کنه. من هلپشو که میزنم میره دقیقا به صورت خودکار توی اینترنت میاره. خب قبلا به صورت آفلاین بود، به نظر خودم خیلی بهتر بود، ولی الان آنلاین شده، خیلی وقتی که اینترنت نداریم اذیت میکنه آدم. خب اینجا اومده توضیح داده page.shapes property مشخصه توی ویزیو، مشخصه صفحه نقطه شکل ها، میاد میگه چی returns بر میگردونه مجموعه شکل ها برای یک پیج رو، واسه یک صفحه مستر، یک مستر، مستر که میدونین چی هستش، به اینا میگفتیم مستر ها. خب مستر یا یک گروه رید اونلیه، یعنی فقط به ما اطلاعات میده و ما نمیتونیم اونو دستکاری کنیم. خب این که ورژن سینتکسش چجوری هستش، میگه expression عبارت dot shapes. خب expression یه وریبل هست که نشوندنده پیج آبجکت من هستش. چرا وریبل؟ من میتونستم تو اینجا active page dot page یک خودمو اینو بذارم توی یه متغیری اینجا تعریف کنم، دیم my page از ویزیو دات پیج. خب این میفهمه که اینجا متغیر my page من یک صفحه ویزیو هستش و به جای اینکه اینجا بنویسم my page.shapes.count. خب من زیاد این دوست ندارم، چون خیلی وقتا یکی اینکه اسامی زیاد میشه، خیلی جاها از این استفاده میکنن، ولی من از این استفاده نکردم، تو کل از این رویه کد نویسی استفاده نکردم، چون خیلی متغیر منو زیاد میکنه و من مای پیج رو خوب نمیفهمم، ولی اینو بیشتر و بهتر بفهمم، منطقی تره واسه من و راحت میتونم تغییرات خودم رو توش اعمال کنم. ولی خب این مزیت دیگه ای داره، من یه بار اینو تعریف میکنم، بعد میام active.page یک خودم میذارم تو مای پیجم و دیگه وقتی یه بار پیجم رو مثلا یک و دو بکنم دیگه کل تغییرات اعمال میشه، دیگه لازم نیست من مثل اینجا بیام همه جایی که پیج یک هستش رو بکنم پیج دو. خیلی جای این میتونیم پیدا کنیم اینجا، مثلا تک تک باید بیام بگردم همه رو دو کنم. خب مزیتش توی کدهای بزرگ هست، ولی تو اینجا خب کد ما اونقدر بزرگ نیست و من خودم راحت ترم که اینطوری استفاده کنم. شما میتونین از این رویه استفاده کنید که خیلی جاها استفاده میکنم. اشتباه پاک کردم. خب برگردیم به وب پیج خودمون، به سایت خودمون. متوجه شدیم که اکسپرشن چیه اینجا، ریتون ولیو شیپ هستش. خب حالا اینجا پروپرتی کانت رو به من نگفته، تا شیپش رفته جلو، من کانت همون میخواستم. یک راهش اینه که من میام تو مثالش، مثال ها خیلی خوبن، خیلی کمک میکنن. اینجا ست کرده همون از طریقی که من گفتم ویزیو شیپس، بعد اومده شیپ یک اینو تا این قسمت رو به جای پیج تا این قسمت رو گذاشته توی ویزیو، بعد اومده اکتیو داکیومنت گفته دات نیمش رو به من بده. خب میتونم نیمش رو بگیرم، اینجا اومده دات کانتش رو گرفته. من همینجا چون کانت رو میدونم شمارشگر هستش، میفهمم که اگر اکسپریشن هم اونجا بذارم دات کانت بذارم، میشماره که چه تعداد شیپ توی صفحه ویدیو من وجود داره. خب این یه طریقشه، اگه از این نفهمیدین خب بیاین بقیه وبسایت ها رو ببینین که به دیتیل و کاملتر توضیح داده. توی مثلا شیپس پروپرتی من اینجا اومدم و تمام مواردش رو دیدم، پروپرتی ها شد کامل جدا نکرده و بگرم مثلا اینجا هم میتونم بیام ببینم کانت رو جدا کرده، نیم پروپرتی رو اوورده، کانت رو نیورده جداگونه. خب حالا من از اینجا که متوجه شدم، امیدوارم شما هم متوجه شده باشین. حالا باز احتمالاً وبسایت ها بیشتر استفاده میکنیم، ولی خب این خیلی راحت من فهمیدم اینجا که کانت هستش. نمیخواد خودمون حالا اذیت کنیم بگیم نه اینجا خوب من نفهمیدم برام بگردم. خب بریم بقیه ادامه کارمون. پس متوجه شدیم اینجا شیپ رو کانت میکنه. قبل اینکه وارد فورم بشم، بیایید یه بار ببینیم واقعا این کار میکنه.
اکتیو پیجیه که خودمو دات کام تو اینجا می نویسم MSG باکسش میکنم. MSG باکس چون اینم یه متغیر کلن دیگه. خب باید اینو بتونه معمل دیگه، نمیخوام کدم اینجا رام بشه، به خاطر همین میام اینجا یه بریک پوینت میذارم. بریک پوینت چیه؟ بریک پوینت چیزی هست که وقتی که من کدمو اجرا میکنم واسه دیباگ کردنه، میاد تا اینجا کد اجرا میکنه، روی اینجا وای میسته و من میتونم دیباگ کردن خودمو که با هم حالا میبینیم انجام بدم. پس من الان نمیخوام دیگه بقیه کدم اجرا بشه، الان یه استفادهش اینه که بقیه کدم اجرا نشه. خب اینجا ران میکنم، سه رو اوکی میکنم و تاریخمو که داد، بعد اومد گفت 55 تا شیپ این تو وجود داره که حالا اگه بخوایم بشمارین باید کل این سیمولین ها رو هم بشمارین، این باکس ها رو هم همه رو بشمارین. خب اینجا اومد زرد کردش. ببینین از اینجا من میتونم استپ این تو استفاده کنم یا بیام تو ابزار دیباگ استپ این تو و میگه یه دونه استپ میره پایین. حالا اگه اینجا عبارتی هم داشتم میرفت، با زور استپ این تو رو میزنم میره فور، دوباره میاد پایین. خب به ترتیب تک تک همه رو میره به ازای هر 55 تا. حالا بعد هم با هم بیشتر میبینیم. بریک پوینت هم ور میدونم و برنامه هم ایست میکنم. خب برای نوشتن ایف ما از جمله شرطی ایف که بخوایم استفاده کنیم گفتیم که اول لغت ایف رو مینویسیم، بعد میایم شرطمون رو مینویسیم، بعد کلمه دن به معنی آنگاه رو مینویسیم. خب پس میگیم اگر این قضیه درست بود یا غلط بود هرچی، آنگاه این کار رو انجام بده و پایان ایف. بعد بدونه که کجا ایف تمام میشه. خب فرض کنیم که ما نمیدونیم ایف رو چجوری مینویسم و میخواییم بدونیم که ایف چجوریه. من اومدم تو این حلقه میخوام بگم اگر شرطی برقرار بود چی کار باید بکنم تو بی بی ای. میام اینجا توی گوگل مینویسم که if statement in visio vba. خب من استیتمنت ها حتی غلط املایی داشتم، خب گوگل خدا شکر همه رو درست میکنه. خب میاد اینجا اولین چیزی که میاد vba if function، من همینو باز میکنم. بعد if or statement واسه اکسل هستش. خب حالا فرقی نداره، ما اگر vba یا تو ویزیو یاد بگیریم تو اکسل هم به راحتی میتونیم استفاده کنیم. میایم ببینیم کامل توضیح داده. خب خوبه، توضیحات اینو میخونیم. میایم اینجا از مثال ها خیلی استفاده میتونیم بکنیم. اینجا واسه من قشنگ نوشته، من واسه اولین بار اینو باز میکنم شاید کلش نخونم، فقط همین مثال به من داره میگه که if 7 بزرگتر از 1 بود آنگاه پیام بده 7 رو که بزرگتر هست از 1. بعد end if میکنم. خب پس من یاد گرفتم از گوگل که چجوری میتونم if رو بنویسم. خب میام اینجا می نویسم if. خب حالا واسه اینکه بگم شرطم چی بودش، مثلا آ فعلا می نویسم then، بعد میام می نویسم اینجا and if. خب این یعنی الان جمله if من. حالا اومدم بعدش چیکار کردم، گفتم left. left رو خب کسایی که اکسل کار میکنن با تابل left آشنا هستن، اینجا توی vba هم left رو میشناسه. سینتکس left میاد میگه که چپه، این مورد رو بگیر، حالا این مورد رو با هم میبینیم، این مورد رو بگیر توی چپش 11 کاراکترش رو جدا کن. خب چرا 11 کاراکترش رو جدا کن؟ چون من میدونم که اولین وقتی که از اسم مستر بی پی ام ان حالا استفاده میکنم، وقتی استارت ایونتیو میذارم اینجا توی نیم که برم توی developer shape name، خب اینجا زده start فاصله event نقطه و آیدیش. خب واسه همه start event ها اینو قضیه حله، واسه اولیش فقط start event می نویسه، آیدیش رو دیگه نمی نویسه، ولی اون 11 تا هستش. ولی اگه مثلا intermediate event بذارم اینجا، من intermediate event که اگر بذارم shape name رو بزنم می نویسه intermediate event. پس من مطمئنم اولین شکل من استارت ایونت هستش. خب فقط گفتیم ممکنه توی نمودارهای بی پی ام چند تا استارت ایونت داشته باشیم، اگر چند تا استارت ایونت داشته باشیم و از همین تا
رویه استفاده کنیم، میاد کدوم رو انتخاب میکنه رو توی جمله ایفی که ما نوشتیم، میاد اونیو که توی کانترش به اولی برخورد میکنه، میگه آه این استارت ایونت منه، بعد میره جلو، چون فور نوشتیم دوباره میاد بعدی رو میگرده، میاد دومی رو انتخاب میکنه، میگه آه این استارت ایونت منه، پس باز دوباره میتونه میره تا آخرین استارت ایونت. پس تو اونجا این زیاد کاربردی شاید نباشه، من فقط آخرین استارت ایونتمو به عنوان تنها نقطه شروع هم میگیرم. خب اونجا حتما قضایای احتمالی وجود داره، میاد میگیم اگر مثلا ورودی از واحد فلان بود اون وقت استارت ایونتی رو بگیر که مثلا ورودیش اینتر شده از دینی که کاستومر هست به طور مثال، یا ویتر هستش، یا هر چیزی، اون وقت باید شرط های مختلفی رو بذاریم واسش که پیشرفته تر، ولی ما خب اینجا داریم ساده کار میکنیم. خب پس اومدیم گفتیم چی از این left استفاده میکنیم، میگیم left پرانتز باز active document، توی document اکنون من که با هم صحبت کرده بودیم، active document tab dot توی پیجی که هستم، پیجز اولم dot shape هم، کدوم shape هم؟ خب گفتم آیومین shape هم. خب وقتی که من توی فور هستم آیکه، میاد اینجا شیپ اولم، بعد میادش من اینجا شیپ رو دو اشتباه نشن شیپس آی، میاد بعد شیپ اولم رو نگاه میکنه آیا ایف درست هست، اگر نبود اند، باز دوباره میاد بالش، حالا رویهش رو با هم با دیباگ کردن و ابزار دیباگ نگاه میکنیم. بعد خب شیپ آیوم هم دات اسمش، گفتیم که حالا با هم هم دیده بودیم که اسم نیم یه پروپرتی هستش که رید اونلی هم هستش و اسم شیپ رو به من میده. اگر لفت این قضیه نیمش، خب 11 تا کاراکتر اولش، من از رایت هم میتونم استفاده کنم واسه کاراکترهای از راستش، پس از چپ چون انگلیسی هستش از چپ شروع میکنه، 11 تا کاراکتر رو جدا میکنه اینجا، مساوی بود. گفتم که کلمات رو داخل دابل کوتیشن می‌نویسم، استارت ایونت. خب آنگاه یا چیکار می‌کنم؟ آنگاه این کاری که می‌خوام رو بگو، بگو یه استارت ایونت، من استارت ایونت هم مساویه با این، همینی که اینجا بودش، همین این یارو، چون ممکنه آیدی داشته باشم، ممکنه مثلا من یه بار الان بهتون نشون میدم، اینو بذار برابر ببین، حالا تو دیم هم باید توی متغیرها هم تعریف کنم. خب اینجا ممکنه من وسط کار مثلا اینو اومدم گذاشتم اینجا، اینو پاک کردم، اینو چسبوندم بهش به طور مثال، خب حالا این گرافیک های منم پریده، اینو چسبوندم، بعد خب این الان شیپ آیدی من استارت ایونت 3313، خب اینو من نمیخوام دیگه، من میخوام ببینم این استارت ایونت هست یا نیستش، اگه کلش رو بگیرم نمیفهمه، من کنترل زد میکنم که شکلم به هم نخوره. خب پس اومدم گفتم اینو اسمشو بذار به عنوان مکان رویداد شروع من، استارت ایونت من، میام استارت ایونت هم تعریف میکنم دیم استارت ایونت از استرینگ، استرینگ چه نوع تایپی، چه نوع نوعی هستش؟ متنی. خب چون من نیمو گرفتم متنی هستش، درسته؟ به خاطر همین استارت ایونت نیمم و اینجا هم نیم حالو تعریف کرده بودم، اینجا هم نیم تعریف میکنم، استرینگ قرار دادم. خب ولی ما فکر کنم بتونیم ست کنیم، ست کردن و حالا با هم جلوتر میبینیم، اینجا رو نیمش رو گذاشتم، میتونیم ست کنیم که این یه ویزیو شیپی هستش و کل شیپ رو بذاریم این تو، بگیم استارت ایونت من این شیپ هستش، اگه مثلا بریم اسم چی ویزیو دات شیپس، شیپس نه شیپ، چون یه شیپ میخوام بذارم این تو، شیپس چند تا شیپ رو میتونم بذارم، خب اون وقت میتونم اینم وردارم و باید ست کنم، بریم سم ست استارت ایونت مساوینه، و ست روی سینتکسی هست که قرار بده استارت ایونت رو برابر با. خب حالا استارت ایونت من یک ویزیو هست، یه شیپ هستش که شیپ استارت من هستش. خب بیایید مثلا خروجیشو با هم ببینیم، بنویس آخرش وقتی که فور تموم شد میخوام MSG باکس کنه چی رو، استارت ایونت هم نیمشو، خب چون الان یه ویزیو شیپ هستش و
چون حالا اینجا کامل پرانتز ننوشتم، میخواستم کپی کنم، این ارور داد. استارت ایونت داد نیم، من ناکنه نیم شناختش. خب پرانتز رو میبندم، اینو میشناسه. خب اینو ما کامل نوشتیم دیگه، نمیخوایم، برش میداریم. این MSG باکس من هم مهم نیست، برش میداریم. این هم که دیگه با هم دیدیم، برش میداریم. خب میایم اینجا MSG باکس کنه، در نهایت اینو اجراش میکنیم. بذارین یه رویه اجرای دیگر ببینیم. گفتم که وقتی که ماژول می‌نویسیم اینو یه ماکرو، وقتی که ما ماکرو درست میکنیم ماژول هم می‌نویسیم. میتونیم بیایم اینجا توی دیولپر ماکروز، چرا نشون نمیده به نظرتون؟ بیایم اینجا ببینیم، ناکنه پرایوت نوشتیم. وقتی که پرایوت می‌نویسیم اینجا نشون نمیده، ولی اگه من اینو پابلیک کنم، اون وقت سیوش هم بکنم، باید دیگه توی ماکرو من نشون بده. میام توی ماکروز، اینجا نشون میده animation.module1.mytest. کدوم میشه؟ انیمیشن من، همونطور که میبینین انیمیشن اولش داره، انیمیشن ماژول 1 کدوم ساب تست. حالا اینجا میام اینو ران میکنم، وقتی که ران میکنم عدد ورودی رو 3 میذارم، اوکی میکنم، استارت ایونت نیمش رو داره به من میده. خب اینجا تونستیم پس از if و for استفاده بکنیم. حالا یه حلقه هست به نام حلقه while. من میخوام چیکار کنم از حالا با هم توضیح بدیم. اینجا بهتون گفتم که من ران تایم رو وقتی که میذارم این تو، اگر عدد نباشد این ارور میده دیگه، برای اینکه اینجا من عدد تعریف کردم. پس تا زمانی که کاربر ورودی عدد رو وارد نکرده باشه، باید ازش دوباره بخواد بگه که این درست نیست. خب چون تا زمانی که بخوام این کار رو انجام بدم این قضیه باید اتفاق بیفته، باید از یه حلقه استفاده کنم، باید تکرار بشه. پس باید از حلقه وایل استفاده کنم، بگم وایل تا زمانی که، بذارین وایل، ما اینجا نمیدونم چجوریه، مثلا میخوام بیام سرچش کنم، میام میگم وایل. خب وایل لوپ این ویزیو وی بی ای. خب اینجا واسه من میاره وی بی ای لوپس فور دو وایل، هر چیزی هستش. اوپن این نیو ویندو کردم اشتباه. خب اینجا واسه من منتظر میشیم تا لود کنه، لود میکنه. خب واسه اکسل هم لود کردش، گفتم که هیچ تفاوتی نداره بین وی بی اکسل و با ویزیو، فقط توی لایبری، توی کلاس های، توی شی هایی که تعریف شده یه مقدار کم و زیاد دارن. خب این که چرخه فوره، اینو نمیخوام، اینم که فوره. اینجا فور ایچه، که فور ایچو ما تو اینجا استفاده نکردیم، بذارین همینجا واسه تون توضیح میدم. میگه فور به ازای هر W sheet رو به عنوان یک ورکشیت استفاده کرده، به ازای هر W sheet، یعنی به ازای هر ورکشیتی که وجود داره، هر شیتی که وجود داره در کل ورکشیتس ها، یه اون اکسل یه چنین چیزی یا MSG باکس کن، بعد برو به next W sheet بعدی. پس من اینجا یه W sheet دارم و یه سری شیتس دارم، میگه به ازای هر شیت توی این کار رو انجام بده. خب اینم جای مختلف استفاده میشه، اینا فور ایفی هستش که نوشته شده، من وایل میخوام. آها اینجا به وایل رسیدم. خب یکم زوم کنیم که اگه دیده نمیشه خوب دیده بشه. میگه دو وایل. خب توی وی بی ای من باید اینطوری بنویسم، دو انجام بده تا زمانی که این متغیر کوچیک‌تر است از 1000. خب چه کاری رو انجام بده؟ این کار رو انجام بده، این کار انجام بده تا end if، اینا هم جز بشن. میاد آخرش تا اینجا لوپ. لوپ وقتی که میذاریم یعنی اینکه حلقه بزن. خب اینجا اینطوری معنی میکنه دیگه، میگه تا زمانی که این شرط اینطوری برقرار هست، این کار رو انجام بده و بیا اینجا لوپ من بسته میشه و حلقه بزن. دوباره میاد این کار انجام بده، تموم که شد میاد بالا، میبینه آیا این متغیر هنوز کوچیکتر از 1000 هست، این متغیر باید تو لوپ من تغییر بکنه. میگرم دنبالش، نها کنین اینجا اضافه شده، هر دفعه داره کانتر میندازه میره بالا، میاد اینجا اضافه میکنه میاد بالا، یعنی هنوز کوچیکتر از 1000 هست. خیر دوباره انجام میده، ببخشید بله دوباره انجام میده، میاد اینجا دوباره
لوپ میکنه، میره بالا میبینه کوچیکتر از این هست، بله دوباره انجام میده، باز دوباره میاد لوپ، باز دوباره میاد بالا، میگه خیر اینجا دیگه نیست، دیگه وارد این نمیشه، میاد پایین میره توی انسا و تمام میشه. خب ما هم بیایم از وایل استفاده کنیم، میگیم دو وایل. خب دو وایل تا چه؟ تا زمانی که ران تایم من، ران تایم من بذاریم بگیم ایز. خب نها کنین اگه از ایز استفاده کنیم، ایز امتی داریم، ایز نول داریم، ایز نامریک داریم، ایز تک استرینگ نداریم، درسته؟ ایز نامریک. آها، تا زمانی که ایز نامریک خب بعد هستش، ران تایم من، خب من میخوام این کار انجام بشه، نه، به خاطر اینکه وقتی که نامبر باشه میخوام بیاد بیرون، پس از ایز نامریک نمیتونم استفاده کنم. وقتی که بذاریم یه چیزی رو با هم سرچ کنیم، یه چیز جالبی رو، توی وایل لوپ من میخوام این، آها، این مساوی اگه ترو بذارم، اینطوری بنویسیم ترو، خب تا زمانی که این نامبر هست بعد اینجا لوپ بکنه. حالا من اینجا لوپو اینجا میذارم. خب میاد اینجا، اولا که تا زمانی که ترو هست غلطه، تا زمانی که فالز، خب پس تا زمانی که غلطه یعنی ران تایم من نامریک نیستش، این کار رو باید انجام. خب من همین الان وقتی که ران بکنم اینو، ران تایم اینجا قبلش وجود نداره، پس بلتاب فالز باید باشه، یا اگر صفر بذاره اینتیجر فالز و ترو باشه. بیایید با هم امتحان کنیم. خب اول از همه MSG باکس کن ببینیم چه عددی داره قبل از هر چیزی نشون میده ران تایم منو، چون من اینجا تعریفش کردم اون بالا دیگه. خب بیایم با هم ببینیم چی جوری میشه، اصلا نمیخوام وارد چرخه بذاریم بشه اصلا ارور بده بهم. خب MSG باکس میکنه، پس اولین کاری که تا برنامه من میکنه اینو MSG باکس میکنه، میزنم 3 رو MSG باکس کرده. 3 از کجا آورده ران تایم رو؟ از قبلی باید گرفته باشه اصولا. یه بار پوز میکنم، اینو سیو میکنم، 0 رو داره به من نشونه. حالا درست شد، چون هنوز مثل که تو حافظه برنامه من مونده بود، چون اجراشو مثل که ایست نکرده بودم. 0 رو داره، پس نامبره، پس وارد چرخه وایل باید بشه. فالزه، باید اصولا اینو به من میداد. خب بذاریم ببینیم واردش میشه یا نه، اگه نداده باشه یعنی داره ترو میکنه دیگه. while in false وقتی که ترو هستش وارد این چرخه نمیشه دیگه، به خاطر همین. آره درسته، این صفر الان، پس میاد اینجا میگه تا زمانی که این فالزه یعنی عدد نیستش این کار انجام میده. خب این عدده، میاد بعدی رو میگیره، میره حالا کارهای خودش رو انجام میده و استارت ایونت منو میشه، چون ام اس جی باکس هم پاک کرده بودم دیگه، ام اس جی باکس نکرده چیزی، کار خودش رو انجام داده، استارت ایونت منو گرفته. خب پس اینجا من میدونم این صفره، پس قبل اینکه وارد این بشم از کاربرم ورودی رو میخوام، ورودی رو میخوام، میاد اینجا اینو اینپوت بکنه، اگر عدد نداد فالز میشه، میاد اینجا دوباره میگه. خب بعد میخوام چیکار کنه، مینویسم enter the duration as a number، پیامم رو عوض میکنم به عنوان عدد، خب as a number به من بده، بعد حالا اینو باز میکنم، ران میکنم، میاد از من میخواد، من A رو وارد میکنم، اوکی میکنم، تایپ میسمچ دیباگ میکنم، میاد اینجا قبل که اصلا وارد دو وایل بشه میگه ران تایمتون رو نگاه کن، ران تایم من اینتیجره. خب میاد میگه اصلا اینتیجر وارد نشده، همینجا دیباگ باید بکنیش. خب پس چیکار میکنم، میگم اینجا ران تایم رو اصلا تعریف نکنم، میتونم تعریف نکنم، هر چیزی باشه. خب تعریف نکردن شاید زیاد قشنگ نباشه، ولی کار ما رو اینجا الان را میزانه کنین، من ایو میزنم میره توی وایل، میبینین هر چیزی که وارد کنم تا زمانی که من یکو بزنم بعد دیگه از وایل میاد بیرون. خب بذارین اینجا من بریک پوینت هم میذارم که استپ به استپ بهتون نشون بدم.
خب فقط قبلش من میتونم دیم کنم این ران تایم امو از استرینگ. بیایم ببینیم یه چیزی با هم امتحان کنیم که اگه من اینو استرینگ تعریف کنم، یه مت تعریف کنم و خب مال من یک رو به عنوان یک مت تو این قرار بده، آیا اون وقت اینو به عنوان یک نامبر اینجا میشناسه؟ توی برنامه‌نویسی سی شارپ اصولا نمیشناسه. خب ببینیم اینجا این کارو میکنه یا نه. دیباگ کردنم ران کرد. خب میاد اینجا از من میپرسه، من اول یک رو قرار میدم که ببینیم اونو میشناسه. اوکی میکنم. خب میاد اینجا توی چرخه وایل قرار گرفت. یعنی چی؟ یعنی عدد نشناختتش، استرینگ شناختتش. خب پس یه دونه استپ میام پایین، بعد میاد برمیگره بالا. ببخشید تازه شروع کرد. خب دوباره میاد از من میپرسه enter the duration. بذارین کنسل کنم. چرا از اینجا شروع کردش؟ شاید دفعه قبل وای نستاده بود کامل. خب حالا دوباره اینو ران میکنم. از من میاد میپرسه یکو میذارم، اوکی میکنم. خب میاد الان این باید اینجا باشه. آها نگاه کنین، اصلا وارد چرخه دو نشده که بیاد این یکی رو بگیره دیگه. من اینجا رو هم واسه تون بریک پوینت میکنم. مشکل ما اینجا بودش. خب دوباره ران میکنم اینو، یک رو میذارم، میادش توی آها اینجا میگه، میاد این چک میکنه که میگه آقا این یکه، خب نامریک هست یا نه. اگر فالس بود میاد این تو ببینیم فالس هست نه. میبینین از این گذشت، سری پرید اینجا. پس اینو به عنوان یک عدد شناخت. تو سی شارپ اصولا نباید بشناسه. حالا تو سی شارپ باید این تایپش رو عوض کنیم، نوعش رو عوض کنیم. خب اصلا کلا تو سی شارپ از همون اول استرینگ میشناستش، بعد میایم اگه میگیم استرینگ من به صورت عددی وارد شدهش، حالا واسه من اینطوری بود یا نه، حالا سی شارپ جداه، ما تو وی بی ای هستیم. خب اینجا عدد شناختش خدا رو شکر. پوز میکنم. خب حالا اینم ور میدارم، میخوام بیاد این تو رو حالا ببینم. دوباره ران میکنم اینو، ای وارد میکنم، اوکی میکنم. خب نگاه کنین اومده اینجا ایست کرده برنامه من، چون بریک پوینت گذاشتم اومده اینجا ایست کرده. ران تایم منو نشون میده اینجا که گفته ران تایم مساوی آ هستش. یه استپ میرم پایین، لوپو برمیگردم بالا، دوباره میپرسه از من که حالا به عنوان نامبر بذار. من نمیفهمم، من دی میذارم اینجا، اوکی میکنم. دوباره میاد توی همین چرخه خودم، دوباره میاد بالا، دوباره میاد پایین. اینجا یه استپ دیگه میرم، سوال از من میپرسه. خب این دفعه اگه یکو بذارم اوکی کنم دیگه، میا کنین چک کرد درست بود، یعنی این نامبر دیگه از نامبر نبود، پس دیگه وارد این وایل نمیشه، چون تا زمانی که نامبر نباشد وارد میشه دیگه، فالز باشه. میره پایین کاراشو به ترتیب انجام میده، ایف منو چک میکنه، به عنوان به عدد 55 شو میره تا اینکه به این برسه و خب اند میکنه آخر. خب ما یه باگ رد کردیم، حالا بیاییم ببینیم اگه کنسل رو بزنم. من یهو پشیمون میشم این وسط، اینو ران میکنم کنسل میکنم، ناکنه اگه کنسل کنم میره تو اون چرخه وای و من نمیتونم اصلا از برنامه هم خارج بشم. اوکی هم بکنم میگه خالی داری میدی. خب من رو نمیتونم از برنامه هم خارج بشم، چه کار باید بکنم؟ کنترل توی کیبورد، کنترل پوز بریک رو میذارم، این باکس آماده میشه که حالا میگم اندش کنم. خب میام حالا اینجا میخوام درستش کنم. خب برای اینکه اینو بخوایم درست کنیم، بعد ببینیم این بود باکس وقتی که دوتا باتم داره، اوکی داره و کنسل داره، چجوری عمل میکنه. من میخوام ببینم که چجوری میتونم اصلا بفهمم که دکمه کنسل اینپوت باکس خورده شده. خب میام توی گوگل تپامم. ببینین شما نمیتونین همه سینتکس ها رو حفظ کنین. اگر کار کنین مثلا ایف و وایل و دو و خیلی چیزا رو مثلا ذهنتون میمونه، ولی هیچ وقت همه سینتکس ها رو نمیتونین حفظ کنین. پس سرچ کردن مهمترین قسمت توی برنامه نویسیه کلا به نظر من، که باید بتونین خوب سرچ کنین و بتونین سینتکس های مورد نظرتون رو پیدا کنین. خب من میخوام چی رو سرچ کنم؟ کلوز باتم این اینپوت باکس این ویزیو وی بی. خب میاد اینجا دی وی بی اینپوت باکس کامند، یادم یوزینگ اینپوت باکس
کنسل که قبلا من اینو دیده بودم. خب اینجا اومده چی به من گفته؟ خود اینپوت باکس رو توضیح داده، بعد اومده چیکار کرده؟ نگفته اگر اینپوت باکس من چیز بود چجوری هستش، کلوز خورد چجوریه، درسته؟ خب یکی چی حالا قبلا دیده بودم، این خوبه. خب میاد اینجا یه چی کدش رو پیدا میکنم، حالا صحبتشون زیاد با سمون مهم نیست. آها اینجا این کد هست. خب یه دونه تابه نوشته، یه اینپوت باکس استفاده کرده، میگه تایپ تکس بذار توی تکس، میگه اگر strptr تکس مساوی صفر بود آنگاه این جمله رو بزن، بگو که کنسل به من اومده اینجا. خب به خاطر این کار من میام چیکار میکنم، از این استفاده میکنم، دقیقا مثل همین اصلا کپی پیستش میکنم، چیز خوبیه، میذارمش. خب میام اینجا میگم وقتی که ران تایم همو گرفتی اگر عدد نبود، خب باید بیام ببینم اگر عدد نبود تکس یا اینکه کنسل یا چیز دیگه ایه. خب پس بیام اینجا ایف همو به کار ببرم، اگر ایف من اینجا که ایف رو گذاشتم وقتی که اومدم گفتم ران تایم من، اگر ران تایم من کلوز باتمش مساوی صفر بود، یعنی خورده بود ران تایم، در حقیقت اینجا بفهمیم که کلوز باتم کنسل پرس شده، آنگاه بیا چیکار کن، اگزیت کن، از ساب من، از کل این ساب خارج بشو. در غیر این صورت else، خب حالا میام میتونم چیکار کنم، اینجا ما از if else داریم استفاده میکنیم، else if هم میتونیم استفاده کنیم، حالا تو جلسات جلوتر میم همینجا if و else رو با هم یاد گرفتیم، پس ما هم if رو یاد گرفتیم هم if else رو. else در غیر این صورت اینو به من بده. خب بعد حالا اینجا دیگه باید بگه عددو بذار، یعنی یه چیزی به غیر از کنسل خورده، اوکی شده و نامبرم نبوده، اینجا end میشه، میاد توی لوپ من قرار میگیره. خب بیاید اینو با هم تست کنیم. پلی میکنم، من کنسل میزنم، خارج شد، میبینیم برنامه من تموم شده. دوباره پلی میکنم، فاصله میزنم، اوکی میکنم، میاد از من میگه عدد بهم بده، ای میزنم، اوکی میکنم، میگه عدد بهم بده، یک میزنم، اوکی میکنم، برنامه رو اجرا کردش. حالا من الان متوجه نشدم وقتی که اوکی زدم عدد زدم برنامه تموم شد یا اجراشو میخوام، مثلا من متوجه نشدم میخوام بفهمم، MSG باکس کن ریزالت نهایی منو که استارت ایونت باشه. حالا دوباره بیاین تست کنیم، کنسل میکنم، ببینین چیزی به من نشون داد، دوباره میزنم یکو، اوکی میکنم، استارت ایونت من رو نشون داد. خب امیدوارم که مفید واقع شده. الان در حقیقت شما یک برنامه کوچکی رو نوشتین که از کاربر ورودی میگیره، چک میکنه که اون ورودی که میخواد هست یا نه، اگر نبود، اگر کنسل خورده بود خارج بشه از برنامه، در غیر این صورت اون ورودی که میخوام عدد نبود دوباره به من اینپوت باکس بده تا زمانی که به من یا کنسل رو زده باشه یا اینکه عدد داده باشه. خب بعد میخواید اینو با هم تست کنیم، پلی میکنم، ایو میزنم، اوکی میدم، دوباره میاد، کنسل میزنم، خارج میشه، درست کار میکنه. خب خیلی با باید واسه این که هر یه تیکه که می‌نویسیم اجرا کنیم که ببینیم درست هست یا نیستش، دقیقا همین کاری که من کردم، هر یه تیکه‌ای که نوشتیم باید نگاه کنیم درست اجرا میشه یا نه، وقتی که کد ما زیاد بشه اون وقتی باگ کردن همه اون خیلی سخته، پس تیکه تیکه دیباگ میکنیم و جلو میریم. خب وقتی که لوپ من اینجا تموم شد، حالا یه دوریشنی که گرفتم و ران تایممو به ثانیه یه تبدیل میکنم و دوریشنم به دست اومدش، بعد زمان کنونی رو گرفتم که گذاشتم تو استارت ایونت، بعد اومدم چیکار کردم، اولین شیپ ورودیمو شناختم که از فور و ایف استفاده کردم، پس ما هم فور یاد گرفتیم هم ایف یاد گرفتیم، هم گرفتن ورودی هم وایل. اینجا خب شما واسه اینکه بتونین این کار رو انجام بدین حتما باید خودتون یه بار بنویسین
و خب ما کل اینو که با هم نمیتونیم بنویسیم، فقط نگاه میکنیم و الان چیزهای پایه‌ای رو یاد گرفتیم و الان شما با تمرین میتونین یه کدی رو بنویسید. الان مثلا من اینجا دیگه اینا رو پاک میکنم، خب یا اصلا کامنت میکنم، نمیخوام پاک کنم، اشتباه کردم، اینا رو میگیرم کامنت میکنم همه رو، بعد میام چیکار میکنم، میگم فقط این ماژول من رو ران کن تو اولش، میگم چی انیمیشن دات ماژول دات مای تست، همون تابعی که نوشته بودم، دات رانش هم نمیخواد، همینطور خودش ران میکنه. خب ببینیم کار میکنه این یا نه. من میگم هر تیکه ای که می‌نویسیم رو اجرا میکنیم، میبینیم بله داره کار میکنه، من ایو میدم، اوکی میکنم، میگه نه اصلا نمیخوام، میام خارج میشم. و این ببینید از این ساب خارج شد و از این ساب کلا خارج نشد، توجه داشته باشن، و من هنوز برنامه‌ام تمام نشد، داره میره جلو و بعدم به من ارور میده. خب پس بهتره که من همینجا اونا رو مینوشتم، چون اینجا از ماژول من خارج شدش، بعد من اگر مثلا خروجی ورودی نداشته باشم، مثلا اینجا گلوبال نیستن اینا، به من هیچ چیز ورودی نمیده، پس این الان کار درست نیست. این کلا یه برنامه ای رو اجرا میکنه و یه کاری رو انجام میده و لزوما خروجی به من نمیده. خب پس در واقع من نباید اینجا از ماژول استفاده کنم، این واسه اینکه ما یاد بگیریم بود. من اینا رو آن کامنت میکنم و بعدا حالا خودم واسه برنامه‌ای که میخوام توسعه بدم درستش میکنم، میام اینجا اصلا این ران تایم رو کلش رو میگیرم، میخوام برنامه‌ام خوب باشه دیگه، انصابش رو نمیخوام، میام کجا اینجا اینا رو دوباره چیکار میکنم، کامنت میکنم، این درسته، اینو میذارم اینجا. خب حالا بعدا کامنت گذاری ها رو واسه اینکه خودم بدونم چه کار رو کردم قرار میدم. شما اون برنامه اولیه که حالا آن کامنت کردم بدون این ماژول رو میتونین برین از وبسایت ما توی diaco.com تو قسمت آموزش VBA بگیرین و خب بتونین استفاده کنین، چون ما همه کل این کد رو که نمیتونیم بنویسیم، با هم نگاه میکنیم و نکات مهمش رو میبینیم. خب امیدوارم که از این برنامه استفاده کامل کرده باشین و این کدی که با هم امروز کار کردیم و خودتون هم یه بار بنویسین و توی گوگل جستجو کنین کدها رو و پیدا بکنین. متشکرم از توجهتون.